سلام دوستان راشل هستم آسترولوژر شما پایگذار آسترولوژی تروپیکال ایران در این ویدیو میخوام براتون چارت پرزیدنت زلنسکی پرزیدنت اوکراین رو از نظر آسترولوژی آنالیز و بررسی کنم اگر مایل پیگیری مطالب پیج هوروسکوپ فارسی هستید صفحه اوریجینال هوروسکوپ فارسی رو در فیسبوک تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید خب امروز سوم مارچ 2022 و ما پیوند بسیار مهم و خطرناکی رو در آسمون داشتیم مارس، ونوس و پلوتو با هم پیوند خوردن که یک نقطه عطف هست در چگونگی ادامه این آتیش بازی که در حال حاضر شروع شده در ویدیو قبلی براتون در مورد اینکه جنگ شروع میشه توضیح داده بودم خب این قبل از این بود که جنگ بخواد شروع بشه و چارت پوتین و چارت روسیه و چارت اوکراین رو با هم یک نگاه کردیم که برسیم به این نقطه ای که جنگ شروع میشه یعنی پوتین حاضر به عقب نشینی نیست و میره جلو اما خب حالا اینکه بعدا به چه ترتیب میشه و اینها در موردش صحبت نکرده بودیم حالا اینجا میخوام اول اینکه براتون چارت اوکراین رو یک نشون بدم که این پیوند بزرگی که امروز اتفاق افتاد مارس ونوس و پلوتو دقیقا در این قسمت داره اتفاق میفته یعنی میشه گفت روی خط رایزینگ و چیزی که مشخصه اینه که مارس و پلوتو این قسمت رو همچنان دارن پوشش میدن و مارس داره میاد جلو و یه جورایی تازه اوکراین بیشتر خودش حتی شکل نظامی میگیره با توجه به اینکه مارس داره میاد توی خونه یک اوکراین بنابراین انتظار باید داشته باشیم که از طرف اوکراین هم بیشتر ما جنبه های نظامی و فعالیت های نظامی داشته باشیم با توجه به این انرژی و حالا بریم سر چارت سر چارت زلنسکی البته یک پیوند خوبی هم داره اتفاق میفته اینم بگم بعد بریم سر چارس پیوند جوپیتر و خورشید داره اتفاق میفته در نشان ماهی که تقریبا 24 ساعت دیگه این پیوند تکمیل میشه و این پیوند صحبت سیاستمداران مداران کل گنده های مملکت خورشید و جوپیتر مقامداران بزرگ هستند و تصمیم های مهمی باید گرفته بشه از طرف دیگه سترن سترن و مرکوری با هم دیگه دارن صحبت میکنن باز در خونه یک اوکراینه و ببینیم که برای پرزیدنت زلنسکی به چه ترتیبه برای پرزیدنت زلنسکی قسمتی که مربوط میشه به صحبت های بین المللی سترن و مرکوری و بسیار نزدیک به خط امسی بنابراین نشون میده که نشست داشتن صحبت و گفتگوهای مهم بین المللی و جوپیتر و نپتونی که به همدیگه پیوند خوردن که در قسمت ده هم هست نشون میده که یک مسیر یک مسیر جدید داره باز میکنه یک حالا فرصت یک در باز راه هر چیزی که هست رو این باز میکنه حالا این که به چه ترتیب بعدش عمل میکنه رو باید اینجا با همدیگه یک نگاه بهش بکنیم و اینکه صحبت هایی که من میکنم پتانسیل هاست و من نمیتونم دقیقا بگم که چه اتفاقی میفته من میتونم پتانسیلش رو بر اساس اون خصوصیات اون سیاره و خصوصیات اون نشان میتونم بگم که ممکنه که مثلا چی پیش بیاد ولی این نه قطعیه نه قطعی نیست بنابراین باید بریم جلو تا ببینیم که به چه ترتیبه من فقط میتونم پتانسیل هاش رو توضیح بدم خب ببینید یه نگاه به چارت زلنسکی بکنی برای پیش درآمد براتون گفته بودم که خورشید در نشان آکواریوس این چارتشه خورشید در نشان آکواریوس رایزینگش نشان دو قلوه و ماهش در نشان لیوه تا اینجاش رو که با هم دیگه میدونیم خورشید در نشان آکواریوسه اون فرد تمایلش به آزادی و آزادخواهی مردمی بودنه و برای آزادی حاضر که هر کاری بکنه شورش کنه اعتراض کنه این خاصیت خورشید در نشان آکواریوسه حالا در کنار ونوس نشسته نشون میده که این فرد از محبوبیت برخورداره به هر حال وقتی که خورشید کنار ونوسه یعنی اینکه درخشیده میشه و مردم بهش جلب میشن چون آکواریوس مردم هستن مردم بهش جلب میشن از طرف دیگه این نشان آکواریوس نشان شبکه است نشان کامیونیتی مجموعه جامعه و این نشون میده که تمایل تمایل زلنسکی به اینه که از استعمار و استثمار خودش رو خارج بکنه و بپیونده به پیونده به اتحادیه اروپا به خاطر اینکه از دیدگاه زلنسکی اون اینجوری فکر میکنه از دیدگاه زلنسکی با پوتین ارتباط برقرار کردن یعنی اینکه که آزادی تو فروختن و آخواریوس هیچ وقت نمیخواد آزادیش رو بفروشه بنابراین میخواد بره سمتی که فکر میکنه اونجا یک مجموعه که همه به هم کمک میکنن همه همدیگر رو ساپورت میکنن و اهداف مشترک دارند یعنی شبکه هستن لیدر دارن و رئیس ندارن اما با پوتین بودن رو رئیس داشتن میبینه بنابراین علت این که تمایل داره به این که در اون طرف باشه به خاطر این وضعیته حالا ممکن شما بگید نه اینجوری نیستش اونجا اونجوری نیست این مهم نیست شما چی میگید اون از دیدگاه اون به این ترتیبه که علاقه منده به این که آزاد باشه و آزادیش رو نفروشه و به کسی نگه که بله قربان چشم پرچی شما بگید این چیزی نیستش که آکواریوس بخواد انجام بده و میخواد که خودش اونطوری که میدونه مسیرش رو بره اداره بکنه و ارتباطات بین المللیش ارتباطات بین المللیش بر اساس آزادی و خواست خودش باشه بنابراین این وضعیت نشان آکواریوس از طرف دیگه اونهایی که فایل هوروسکوپ سالانه آکواریوس رو خریداری کردید میدونید که نزدیک هزار دفعه گفتم که آکواریوس در سال 2022 موضوع خونه، خونواده، محل زندگی، وطن، نمیدونم، ساختمون خونه خانواده اینجور چیزها رو داره و از نظر احساسی بسیار نوسان داره و خورشید آکواریوس ایشون هم داره نشون میده که ببینید سال 2022 هم خانوادهش الان به هم ریخته از اوضاشون هم وضعیت خونش مشخص نیست هم وضعیت وطنش مردمش یعنی بر اساس این که ما چقدر ما چقدر در حد خودمون هر چیزی ما چقدر حالا اون لول اجتماعیمون چقدر چی باشه ما مسئولیت داریم یا اینکه مجرد باشیم متعهل باشیم ما مسئولیت داریم به هر حال اون که متعهل مسئولیت هاش بیشتره اونی که اونی که مثلا پرزیدنت خب خونش و مردمش خا... یعنی خانوادهش میشن کل مردمش یا اینکه وضعیت خونش وضعیت وطنش میشه به هر حال اه... میبینیم که از این نظر هم درگیر شده اما از طرف دیگه نشان رایزینگ نشان دو و موقعیت مرکوریش برامون مهم میشه مرکوری رو نگاه میکنیم مرکوری در خونه هشته در نشان کپریکورن مرکوری در نشان کپریکورن بسیار متعهده بسیار متعهد حرف میزنه اونهایی که مرکوری توی کپریکورن دارن حرفشون حرفه یعنی نیاز نیستش چیزی رو بنویسه وقتی که میاد میگه من فلان کار رو انجام میدم تا تهش هست مسئول میدونه خودش رو وقتی حرفی رو میزنه و مرکوری در کپریکورن داره نشون میده که یه چیزی گفته که باید تا تهش بره حالا من نمیدونم چی گفته. مثلا شاید گفته که من تا خرش وای میستم یا شاید اولی که میخواسته پریزیدنت بشه یک سری قولها داده بوده هرچی. اونها رو گفته و اونها براش مسئولیت شده. اونها براش تعهد شده و نمیتونه اونها رو رها بکنه و باید تا تهش بره. و از طرف دیگه در خونه هشته از تبوها حرف میزنه. از تبو ها حرف میزنه شاید خیلی از کارهایی که داره میکنه تبوشکنیه شاید که از فسادها حرف میزنه اینجا جای مخفی از چیزهای مخفی صحبت بکنه به حال حالا من خیلی چون در جریان کارهاش و روند برنامه هاشون نیستم نمیتونم بگم مثل چی ولی به هر حال به این ترتیبه و نشان دو قلو هم اگر باز فایل ها رو گوش کرده باشید میدونید که نشان دو قلو درسش اعتماده و مرزگذاری ها و دقیقا داره براش ات این اتفاق میفته با چه کسانی باید مرزگذاری کنه و مرزهاش توی مرزهاش وارد شدن به خاطر اینکه پلوتو اینجا بوده پلوتو مارس و شاید خیلی از دو این تجربه رو کرده باشن که احساس میکنید به حریم شما وارد شدن و داره خیانت میشه توهین میشه بهتون عدم احترام گذاریه یا اینکه یا اینکه شما باید مرزهاتون رو ببندید و بگید حد خودتون نگه دار این درسیه که دو قلو داره میگیره و زیاد شده براش که حد رو نگه داره و بهتون بقیه بگه که این حد منه این حد توه و دقیقا حالا میگم باز اون ما هر کنون در حد خوده اون یک پرزیدنت هم در حد خودش داره این درس هم اعتماد رو میگیره هم حد گذاری اینی که به چه کسانی اعتماد بکنه روی حرف چه کسانی حساب بکنه اینها رو همه رو داره درسش رو میگیره و اینها درسیه که برای دو قلوها از طرف دیگه ماهش در نشان لیو و خب جالبه دیگه لیو نشانیه که میخواد ستاره باشه خودش رو نشون بده قلبش رو زندگی بکنه و خود حقیقیش رو بیان بکنه و خب آقای زلنسکی هم قبل از اینکه بخواد پرزیدنت بشه اصلا کمدین بوده لیو نشان یک مربوط میشه به قلب نشان یک مربوط میشه به تفریح شادی خندوندن مردم گفتم براتون هم خیلی هم دوست داره که خودش عکس بگیره و دیده بشه حالا نه که همه لیوها دوست دارن خودشون عکس بگیرن اینها مشخصات تیپیکال یک لیو هست حالا ممکنه که یک نفر این توش انقدر قالب نباشه ولی لیوها دوست دارن که خودشون عکس بگیرن دوست دارن که دیده بشن ستاره باشن خودشون رو نشون بدن همیشه نور به اینها بتابه و مثل خورشید مرکز توجه باشن سنتر باشن بنابراین خب این مشخصات رو هم داریم از ماهش دریافت میکنیم اما چیزی که اینجا خیلی خودش رو نشون میده مارسشه مارسش که اون هم در نشان لیوه و اون هم کمک میکنه به اون که اجرا بکنه پرفورم بکنه اکتیو باشه از نظر هنری و اینها اما این مارس دقیقا اپوزیت با خورشید مارس وقتی که اپوزیت میشه با خورشید و در حالت حرکت برگشتی هم هست اینم مهمه که مارس در حالت حرکت برگشتی اپوزیت با خورشیده چرا مارس مهمه خیلی که من خیلی بهش اول نگاه کردم به خاطر اینکه محور نودهاش مهمه ببینید نود جنوبیش در نشان قوشه و نود شمالیش در نشان ترازوه بنابراین مارس میشه حاکم نشان قوچ و ونوس میشه حاکم, لیبراش بنابراین موقعیت ونوس و مارسش با هم مهمه خب در مورد ونوسش که همون اول گفتم در کنار خورشید در خونه نوهش و جایی که آکواریوسه و کمک کرده که محبوب مردمی باشه نه تنها در کشور خودش بلکه در عرصه بین المللی الان محبوب شده وگرنه هیچ وقت یک نفری اگه این چارت رو نداشت و میرفت پرزیدنت اوکراین میشد من فکر نمی کنم که مردم دنیا الان اینقدر براش سر کله میشکستن محبوب میشد و اینجور صحبت ها این به خاطر اینکه پیوند ونوسش و خورشیدش در خونه نهشه و ونوسش سیاره حاکم بر اون قسمت نود شمالیشه در حقیقت وقتی که نود جنوبی در نشان قوچ داریم یعنی اینکه ما از گذشته اومدیم از زندگی های گذشته روحمون جنگجو بوده قوچ نشان جنگیدنه شاید ما سرباز بودیم در خیلی از میدان های جنگ و جنگ رو تجربه کردیم و وقتی که مارس در نشان لیوه نشون میده که این حالت جنگی و دل و جرأت و شجاعت در این زندگی ما انرژی بارزی داره در ما دیده میشه اما چون که نود جنوبی در اینجاست یه جورایی ما دیگه نباید کل انرژیمون رو متمرکز بکنیم روی جنگیدن به خاطر اینکه هدفمون الان این نیست ما اومدیم یاد بگیریم که از تکروی و ببینید این اینجا لیدر خودش یعنی کسی که نود جنوبی توی قوش داره خودش لیدره لیدره اما تکروی میکنه و وقتی که این اینجاست یعنی اینکه اون طرف اومده که دیپلماسی رو یاد بگیره صحبت کردن رو یاد بگیره به تعادل رسیدن رو یاد بگیره و این براش اصلا آسون نیست چون همیشه تنها بودن براش راحت تر بوده تکروی کردن براش راحت تر بوده و پلوتو هم توی نشانه تر یعنی چی؟ یعنی این که چالش داره چالش قدرتی داره در اینجا عدم بالانس داره و به راحتی نمیتونه با کسی به تعادل برسه به خاطر اینکه از گذشته ای داره میاد که یک موضوعی براش حل نشده در رابطه با دیگران و حالا اومده تو این زندگی که بتونه اون رو حلش بکنه این رابطه ها رو شاید خیلی هاش به شکل کارمایی بیان سر راهش بیان سر راهش و قرار باشه باهاشون چالش قدرتی داشته باشه باهاشون زورازمایی بکنه تا یاد بگیره که باهاشون حرف بزنه شاید یه سری اتفاقاتی در گذشته افتاده براش که نتونسته خودش رو خالی بکنه نتونسته اونجوری که دلش میخواد موضوع رو حل بکنه نتونسته خوب شاید نمیدونم شاید تو میدون جنگ کشته شده و نتونسته موضوع رو تمومش بکنه و بعد میخواد بیاد ادامه بده در حالی که توی این زندگی دیگه قرار نیست اون رو تکرار بکنه اگر دوباره بره تو میدون جنگ و دوباره در میدون جنگ کشته بشه یعنی داره لوپ تکراری انجام میده بنابراین باید بشینه سر میز مذاکره و بتونه حرف بزنه و با دیپلماسی بتونه حل بکنه در حالی که چالش قدرتی داره در حالی که به چالش کشیده میشه قدرتش و مارس پس این نکتهش که مارس اینجاست مارس اینجاست روبروی خورشید نشون میده که اون سر جنگ جوش رو آورده با خودش و روبروی خورشیده یعنی چی یعنی نمیذاره که هیچ کسی که بالاتر باشه بهش دستور بده حالا یا رئیس بخواد بهش دستور بده یا پدر بخواد حتی دستور بده یعنی وقتی که این حالته نشون میده که با پدرش هم مشکل داشته چون خورشید نشونه پدره احتمالا مثلا شاید چون توی لیوه شاید پدرش با کارهای هنریش مشکل داشته شاید پدرش مثلا با کمدین شدنش مشکل داشته و کلا کلا دوست نداره که کسی بیاد بهش امر و نهی بکنه و میگه من چون لیو هم هست ماشم تو لیوه میگه من خودم میتونم و خودم میدونم به خاطر اینکه خورشیدشم هم توی آکواریوسه چون نشانه فیکس زیاد داره اورانوسشم که نشانش آکواریوس سیار حاکمش اورانوس اونم تو اقربه بنابراین خیلی آدم انعطاف پذیر نیست وقتی که یک چیزی رو میدونه یعنی با این که نشان دو قلو رایزینگشه اما کلا کل شقه و استواره روی اون حرفی که میزنه و روی چیزی که میخواد و تعهد داره بهش که انجامش بده مارسش برگشتیه مارسش برگشتی صفر درجه داره میره توی خرچنگ مارسش داره از لیو برگشت میکنه توی خرشنگ یعنی اینکه با حافظه روحی متولد شده که نیاز به محافظت خانوادهش داره یعنی اینکه در دوره های قبلی زندگی امنیت خانوادگی و خانگیش دچار مشکل شده بوده و مارسش در زمان تولد میخواسته که برگرده بره این کار رو انجام بده اما در عین حال میخواد که روبه روی سران هم بیسته و بجنگه و برای همین اینجا به چالش کشیده میشه و اینجا کایران رو داره به چالش کشیده میشه حتی از نظر جسمی از نظر غذایی اینها نمیتونه آرامش نداره یعنی این آرامش و امنیت خونگی که بتونه لذت ببره چون تارس اینجاست نمیتونه و این باید بتونه در خودش حل بکاره و بتونه در خودش به استادی برسه باید بتونه در این دوره از زندگی این زخمهاش رو مثلا فرض کنید که شاید یک کسی بوده که همش توی جبهه جنگ بوده و در خونه نبوده آرامش خونه رو حس نکرده یا اینکه غذای درست و حسابی نمیتونسته بخوره به جسمش نمیتونسته برسه و اینها همه در تضاد اون وقت قرار میگیره با این انرژی که الان هم تو این زندگی داره میجنگه اینها در تضاد قرار میگیره و اینها تحت فشار قرار میده و این باید بتونه اینها در خودش حل بکنه که چه زمانی باید بجنگه و در چه حدی باید بجنگه و در چه زمانی باید متوقف بکنه و بره دنبال دیپلماسی به خاطر اینکه مسیرش اینه اگرچه که الان سیاراتی که هستن توی نشانه کپریکورن و از سال 2020 کلن سیاراتی که اومدن تو نشانه کپریکورن کلن دیپلوماسیه اینو دارن به چالش میکشن یعنی اینکه دارن تحریکش میکنن که به فهمه که چالش داره بلد نیست و باید در این زمینه بتونه پیشرفت بکنه به همین دلیل که الان به چالش کشیده شده خب حالا من نمیخوام بیشتر از این روی چارت تولدش حرف بزنم چیزی که الان مهمه آها یه چیز جالب دیگه هم داریم روی چارت تولد جوپیترش رو به روی نپتونه اگر که حواستون باشه به ترنزیت ها ما پیوند جوپیتر و نپتون رو داریم یعنی جایی که اینها صفر درجه میشن در ماه اپریل پس اول اینکه وقتی که اینها داره اکتیو میشه مثلا جوپیتر و نپتون دارن صفر درجه میشن اینهایی که در چارتشون نپتون و جوپیترشون با همدیگه زاویه دارن مثلا اینجا 180 درجه است اینها انرژی جوپیتر نپتونشون داره فعال میشه و جوپیتر نپتون انرژی که دارن یکیش تلاش برای آزادی و رهاییه و این داره این کار رو میکنه یعنی اینکه اعتراضات شورشی و مردمی و اینها میتونه تحت تاثیر اینها اتفاق بیفته جوپیتر و نپتون اینها همیشه در حال چالش هستند برای اینکه بتونن آزادیشون رو حفظ بکنن و اونجوری که باور دارند زندگی بکنن اینها برای باورشون اعتقادشون دینشون مذهبشون میجنگند اینها کسانی هستند که جهاد میکنن و نمیخوان کسی بیاد باورشون رو به چالش بکشه بنابراین این وضعیت الان داره اکتیو میشه براش حالا یه نکته که الان داریم و اون مهمه اینه که اینا رو که گفتم براتون که کلا خونه هشت رو فعال کردن و اینها تو خونه هشت خونه هشت خونه ترانسفورمیشن اما از راه سخت یعنی تبدیل و دگردیسی از راه فشار جون دادن و با مرگ هم دست و پنجه نرم میکنه ببینید اینجا خونه هشته و مارس و پلوتو اینها این داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه دیگه تعارفی که با هم نداریم که هر لحظه خودش میدونه که ممکنه گشته بشه و با همه اینها داره این مسیر رو میره جلو بنابراین این وضعیت چارتشه که وضعیت سختی داره به خاطر اینکه نشانهای دو قلو بسیار سخت بوده براشون 2019 2020 2021 بارها گفتم چون خونه 8 خونه سختیه و یکی دیگه از نشانهایی که خونش یعنی براش سخت بوده آکواریوس بوده چون خونه دوازدهشون درگیره یعنی اینها میفتن تو خونه دوازده آکواریوس تو خونه هشت دوقلو هم خونه هشت خونه مرموز و ناشناخته خونه اسرار خونه ناشناخته هاست هم خونه دوازده خونه کارماهای گذشته است و پرونده های باز گذشته آدم های سولمیت های قدیمی اینها میان روح های قدیمی که شما باهاشون هنوز کار دارید اینها پیداشون میشه بنابراین این هم آکواریوس هم دوقلو. قلو هم گفته بودم که سختی ها برای اون کسانی همه بیشتر که آکواریوس دوقلو فعال داشته باشن و زلنسکی داره هر دوش رو نکته مهمی که هست اینه که سترن اومده تو نشان آکواریوس و همه آکواریوس ها میدونن که سترن هم چه پوستی کنده بنابراین سترن تو خونه نهشه و فعالیت های و ارتباطات بین المللیش رو باید ساختار بده و تکلیفش رو مشخص بکنه باید فکرش رو باورش رو بر این که با چه کسانی میخواد باشه مشخص بکنه در در بین در روابط بین از طرفی هم داره میرسه به خط MC MC خط شروع خونه دهه بالاترین نقطه چارته که همه این قسمت ها تحت تاثیر قرار میده و مربوط میشه به عنوان شغلیش عنوان اجتماعیش شغلش که پرزیدنت مربوط میشه به این قسمت و سترن داره میاد که بهش بزنه سترن داره میاد بهش برسه و شدیدا تستش میکنه سترن تستش میکنه که آیا تونسته از مسئولیت اجتماعیش بر بیاد یا نتونسته آیا تونسته این تعهد رو این مسئولیت رو به خوبی انجام بده یا نتونسته تستش میکنه که آیا میتونه این بار رو بکشه یا نمیتونه بنابراین همه جوره این پستش رو مقامش رو عنوانش رو به چالش میکشه همه جوره تستش میکنه با سختی مرکوری هم باش دیدار کرده نزدیک خط امسیه صحبت هایی که داره میشه تأثیر میذاره روی بودن یا به پایان رسیدن موقعیت شغلیش و تصمیم های بسیار جدی باید بگیره که تأثیر میذاره روی این موضوع به شدت تأثیر میذاره یه نکته دیگه ای که خیلی مهمه توی چارتش اینه که پلوتو در 27 درجه و خورده ای هست و 28 میرسه چند وقت دیگه و هم این که پلوتو داره میرسه روبروی مارسش از این روبروی مارسش هست در حال حاضر چون مارسش صرف درجه نشان لیوه و پلوتو داره میرسه روبروش مارس داره میرسه روبروش فکر کنم دو, دو روز دیگه برسه روبروش پیوند میخورن دیگه مارس و ونوس اینجا پیوند میخورن روبروی مارسش و وقتی که مارس برسه روبروی مارسش خیلی جنگی میشه تنش بیشتر میشه یعنی هوش همون پنجم ششم مارچ این خودش حالت جنگ و دفاعش بیشتر میشه و تهاجم به سمت اون هم بیشتر میشه و حتی میتونه خطر باشه براش یعنی میتونه خطر تهدید کننده باشه برای خودش به خصوص با توجه به اینکه مارس از اینجا با کایرانش 90 درجه میشه یعنی مارس خودش با مارس ترانزیت با کایران یه تی اسکوئر درست میکنن بنابراین این ترانزیت ترانزیت آسونی براش نیست اگرچه که بیشتر میخواد شاخ به شاخ بشه نزدیک خورشیدش میشه میاد میرسه به خورشیدش هلوش 13 مارچ پلوتو هم گفتم داره میاد رو به روی مارسش و این فشار زیاد نزدیک خورشیدش هم داره میشه درسته که هنوز نرسیده ولی تاثیرگذاری شروع شده روی خورشیدش و فشار زیاده فشار زیاده اصلا شرایط برای زلنسکی آروم نمیشه که من بگم که شرایطش مثلا در این تاریخ خیلی ملایم تر میشه نه چارتش هرچی داره میره جلوتر داره پرفشار تر میشه تنش هاش داره بیشتر میشه چالش های قدرتیش داره بیشتر میشه و چیزی که بهش میتونه کمک بکنه اینه که مارس و ونوس دارن میان جلو مارس و ونوس دارن میان توی آکواریوس با هم دیگه و نشون میده که هم حالت انرژی بیشتری به این میاد چون الان مارس خونه قبل از خورشیدشه وقتی که مارس خونه قبل از خورشیده انرژی ما انرژی بالایی نیست ولی وقتی که میاد توی خونه ای که خورشید هست خب روح میده به آدم جون میده به آدم انرژی حیات و جنگیدن انگیزه شور اینها انرژی مارسه شجاعت کله خری اینها رو میده بهش اما چون با ونوس همراهه ونوس میتونه رابطه براش ایجاد بکنه و به نظر من ونوس و مارس وقتی که بیان این قسمت به خصوص برسن روی ونوسش چون ونوسش هم اینجاست ونوس سیاره حاکم بر ترازوه و ترازو نشان رابطه هاست نشان دست دادن به همدیگه است یعنی دست بدن دو نفر بگن باشه ما با هم هستیم و این ممکنه که دوستانی بهش دست یاری برسونن در حقیقت یعنی وقتی که ونوس داره میاد بازگشته ونوس در حقیقت تجربه میکنه اونم روی خورشید مارس هم میاد نیروی کمکی ممکنه باشه چون مارس سلاح جنگیه ممکن نیروی کمکی بیشتری باشه یا اینکه در نشان آکواریوس متحدین میشن آکواریوس متحدین ناتوش شاید کمک کنن بیشتر یا اینکه حتی ممکنه که بپذیرنش در اتحادیه اروپا این هم ممکنه به هر حال این انرژی بهش کمک میکنه وقتی که بیاد برسه به این قسمت به خصوص هلوش 13 مارچ ما یک تاریخ دیگه ای که داریم و خیلی مهمه اون هم پرتنشه توی ماه مارچه <تصفح> زمانی که مارس با اورانوس 90 درجه میشه بذارید من چارت رو عوض بکنم برم روی یه سیستم دیگه که راحت تر بتونم ترنزیت ها رو روز به روز حرکت بدم چون تاریخ ها رو ننوشتم خب ببینید هفتم مارچ ششم مارچ هفتم مارس حالا بسته بین کجا باشین مارس و ونوس با هم دیگه پیوند میخورن که این میتونه یک آغاز جدید باشه چون وارد نشان و آکواریوس میشن میتونه برای زلنسکی هم انرژی نظامی رو شدید بکنه هم جنگ و دفاع رو میتونه شدید بکنه با اومدن مارس توی نشان آکواریوس و همین که ممکنه که همراهان بیشتری کنارش قرار بگیرن به خصوص هلوش 13 مارچ 12 مارچ 13 مارچ این شرایط بیشتر میشه که ممکنه که دست یاری بهش برسونن یا قبولش بکنن یا بهش بیشتر تسلیحات بدن نمیدونم دیگه حالا ببینیم که به چه صورته ولی یه تاریخی که حالا خطرناکه موقعیه که مارس با اورانوس در زاویه 90 درجه قرار میگیره در 23 مارس اینجا من توی هروسکوپ های سالیانم گفتم که حتی توی این تاریخ سعی بکنید که پرواز نداشته باشید گفتم به بچه ها که از نظر هوایی میتونه خطرناک باشه و حتی یادم توی خیلی از حالا بعضی هوروسکوپ ها تو کدوماش گفتم اون حادثه که مثل اوکراین شده میتونه تکرار بشه این حالت میتونه خطرناک باشه در 23 مارچ و میتونه هم یک حمله سایبری باشه کلا وقتی که مارس میاد توی نشان آکواریوس چون آکواریوس مربوط میشه به اینترنت و اینها تا وقتی که مارس نشان آکواریوس احتمال حمله سایبری خیلی زیاده و 23 مارس هم میتونه این شدت پیدا بکنه و تنش هوایی هم به همین ترتیب حمله هوایی میتونه اتفاق بیفته مثلا شدید باشه نمیدونم به هر حال اینا تاریخایی که تاریخای سنگینی هم. 23 مارس و بعد از اون میریم به تاریخ پنجم اپریل پنجم اپریل مارس و سترن با هم پیوند میخورن که دقیقا میافته روی خط سی زلنسکی این پیوند پیوند بسیار خطرناکه این پیوند اصلا پیوند آسونی نیست این پیوند پیوند پرخطری این پیوند پیوند نظامیه. این افسر این سرباز دستور حمله میده اون فرمان اجرا میکنه این رو گفته بودم براتون توی تاریخی که اوکراین رو دیدم براتون چارت اوکراین رو این رو چارت اوکراین هم خطرناکه روی ماه اوکراین میفته این پیوند در پنجم اپریل رو چارت روسیه هم تو وضعیت خطرناکیه تقریبا روبروی پلوتوی روبروی پلوتوی پوتین اتفاق میفته و روی خط آیسیش که برای اون هم هم چالش قدرتیه هم سرزمینش مردمش ممکنه که این مارس ضربه بزنه ممکنه که اعتراضات باشه تحت تاثیر اینی که یه خطری داره پیش میاد برای مردم این, این تاریخ برای همشون تاریخی که داره نشون میده رو همه چارت ها پنج اپریل اونجا براتون دیدم روی چارت اوکراین رو چارت روسیه یادم نیستش دیدم یا نه ولی به هر حال چالش قدرتی شدیدی ایجاد میکنه و این هم میتونه سایبر اتک باشه در حدی که خیلی خطرناک باشه حالا من نمیدونم مثلا ممکنه حسابهای بانکی هک بشه یا ممکنه که ممکنه مسئله فضایی هک بشه چون آکواریوس مربوط به فضاست یه چیزهایی مربوط به فضا باشه مربوط به هواپیما باشه مربوط به سفینه باشه مربوط به نمیدونم چی. این میتونه خیلی خطرناک باشه و برای زلنسکی هم آسون نیست این شرایط به خاطر اینکه روی ماه اوکراینه و مردم اوکراین اونها هم تحت آسیب این انرژی قرار میگیرن و روی امسی زلنسکیه و روی ماه زلنسکی یعنی همه جوره از نظر احساسی از نظر وطنی خانوادگی و نمیدونم آسون نیست نه برای این آسونه نه برای اون طرف آسونه برای دو طرف سخته حالا اینی که از طرف زلنسکی یا طرف اوکراین یا از طرف اون نمیدونم از هر طرفی میتونه باشه میتونه دو طرفه باشه به خاطر اینکه روی هر چارتر خودشو نشون میده و این تاریخ پنجم اپریل حالا حوالی این حالا یه روز این ور یه روز اون ور اینها این یک تاریخ خطرزاست بعد از اون اتفاقی که داره میفته پیوند جوپیتر و نپتونه که داره در بالای چارت اتفاق میفته و این در زاویه سختیه با اسندنتش یعنی با موجودیتش با هویتش به نظر من یک قربانی بودن داره یعنی کاری داره خودش رو قربانی داره میکنه برای اینکه یعنی برای کارش برای حضور اجتماعیش و برای گروهش اتحادیهش همراهانش جناهش نمیدونم دوستانش و البته هدفش چون خونه ده هدفه برای هدفش که یک هدف بزرگ و جمعیه با توجه به اینکه نپتون هست اون خودش فکر میکنه که این هدفش یه ای هدف کلیه اما در این حال داره به خودش آسیب میزنه برایش فشار میاد به موجودیت خودش به خاطر اینکه در زاویه سختی باهاش قرار میگیره و تمام نشانهای دو قلو در آخر سال 2022 باید خیلی مراقب انرژیشون و شرایطشون باشن به خاطر اینکه مارس اینجا حرکت برگشتی میکنه دیگه اینا رو همه رو گفتم توی فایل های هوروسکوپ بعد نگید یعنی چی میتونید اونها رو بگیرید و گوش بکنید میتونید بخرید اونها رو من رایگان ندادم و اگر که رایگان به دستتون رسیده از کانال های فیک و کانال های دوزد به شما رسیده بنابراین در جریان باشید که به هر حال دارید انرژیتون رو با اونها شیر میکنید بعد مبلغش رو پرداخت بکنید این یک حقیقتیه و اونجا براتون توضیح دادم که مارس در نشان دو قلو وقتی که حرکت برگشتی میکنه که نوامبر و دسامبر حرکتش برگشتیه دو قلوها نمیتونن انرژیشون رو اونجوری که میخوان خرج بکنن مصرف, بخور، مصرف بکنن پیش برن و احتمالا باید برگردن عقب و یک سری از کارهایی که قبلا انجام دادن و فکر میکردن درسته اونها رو باید دوباره اقدامشون رو بررسی بکنن چون متوجه میشن که شاید یک سری اقدامات رو بدون فکر با عجله انجام دادن علاوه بر این انرژی جسمیشون هم افت میکنه بنابراین واقعا آقای زلنسکی باید بدونه داره به کجا میره هیچ کدوم از این تاریخ ها تاریخ های نیست تا آخر سال که ساپورتش بکنه و در نهایت هم مارس در شرایط سختی یعنی سختی جسمی حتی بهش میده اینجا به نظر من این پیوند یا میتونه اون رو بندازه در اپریل بندازه توی یک جمعیت و گروهی که میخواسته باشه بزرگتره میتونه وارد یعنی تو ماه اپریل ممکنه وارد اتحادیه اروپا بشه ولی یک سری اتفاقاتی داره میفته که به نظر من متوجه میشه که متوجه میشه در نهایت که در نهایت متوجه میشه که باید اهدافش رو تغییر بده اهدافش رو و متحدینش رو تغییر بده چرا اینو میگم به خاطر اینکه اینها وقتی که حرکت میکنن میان جلو میرسن به نود جنوبیش وقتی میرسن به نود جنوبیش که در خونه یازدهشه که خونه متحدی نشه اینجا متوجه میشه که یه کارهایی که کرده انرژی بیهوده است که داره انرژیش هدر میره و مارس انرژی خوبی نمیده اینجا شاید تصمیم بگیره که اینجا شاید تصمیم بگیره که با یک سری از متحدینش یا شاید هم دوستانشه ما نمیدونیم حالا حتما شاید اروپا نباشه شاید از دوستانش باشه جمعی که توش هست شاید ما متوجه نشیم ولی به هر حال اینجا کات میکنه در هفت جون و جوپیتر هم میاد اینجا جوپیتر میرسه به اینجا و اینجا استیشنری میره یعنی حرکتش رو متوقف میکنه و بعد بر میگرده این مسیر رو و این هم نشون میده که کلا آقای زلنسکی توی انتخاب آدم های دروورش یا گروه هایی که بهشون اعتماد کرده و اینها متوجه میشه که شناخت نداشته دیدگاهش محدود بوده به این ترتیبی که این جوپیتر داره و این سفر رو باید برگرده دوباره باید برگرده و یک چیزهایی رو از نو درست بکنه متوجه بشه این جور چیزها و اینها هم تاریخهایی نیستش که ساپورتش بکنه توی ماه اپریل جون جولای آگست آگست تاریخیه که پیوند خطرناک اتفاق میفته مارس اورانوس و نود شمالی در خونه دوازدهشه خونه دوازده خونه که دیده نمیشه انرژیش و مسائل پشت پرده است ممکنه که تحت تاثیر اینها نمیخوام فال بد بزنم به هیچی ولی حالا اینها همه میتونه خطرناک باشه برای از نظر جسمی براش اما حالا به اونش کاری نداریم اما ممکنه که متوجه بشه که حتی بهش خیانت میشده چون که مارس میاد توی این قسمت حرکات مخفی داشته و خیلی از ماه گرفتگی ها و خورشید گرفتگی ها هم که داره اتفاق میفته در خونه دوازدهه و خونه دوازده جاییه که دست های پشت پرده است و شاید در این شرایط آگست و اینها دست های پشت پرده رو بفهمه شاید به خاطر اینکه این انرژی ها بسیار براش سنگینن حتی ممکن روی سلامتیش تاثیر بگذارن روی تیم های کاریش تاثیر میگذارن و اصلا انرژی های آسونی رو باهاشون دست و پنجه نرم نمیکنه. در ماه می در ماه می ما اینجا در این محور گرفتگی داریم و در ماه می شاید متوجه نشه اما اونجا این اولین اولین این ضربه انرژی رو میخوره اینی که دست های پشت پرده دارن یه کارایی میکنن و حتی ممکنه که شرایط کاریش تغییر بکنه تیم های کاریش آدم هایی که باهاشون کار میکنه نمیدونم شاید وزراش باشن کابینش باشن نمیدونم به هر حال یا اینکه ممکنه که سلامتیش تحت تاثیر قرار بگیره و این ادامه داره در نوامبر هم در هشتم نوامبر هم ما یک آها اینم این که اصلا کلا تاریخ خطرناک این اول آگست برای همه خیلی خطرناکه و برای ایشون کاملا روبروی اورانوسش اتفاقات ناگهانی که گفتم میتونه تغییرات ناگهانی در زمینه سلامتیش یا تیمهای کاریش بده و مسائل پشت صحنه میتونه باعثش بشه پشت پرده میتونه باعث این چیزها بشه یک اتفاق پشت پرده نمیدونیم یعنی چی از طرف خورشیدم که در نظر بگیریم این قسمت میشه خونه چهارش خونه چهار میشه وطنش سرزمینش خانوادهش و همه اونها در خطر قرار میگیرن یعنی اگر بخواد اینجوری ادامه پیدا بکنه حتی در آگست خطرساز این انرژی در جولای و آگست برای خانوادهش برای سرزمینش اینها بسیار خطریه اورانوس مارس و مالی بسیار انفجاریه بسیار انفجاریه یعنی اگر که ما آگاه باشیم در یک سری تاریخ ها واقعا پرهیز میکنیم از یک سری کارها و آدم هایی رو که میتونن برای خطر خطرساز بشن رو واقعا تحریک نمی کنیم. به هر حال این اول آگست و هم برای سلامتیش و هم برای خونه خونواده وطنش و مردمش میتونه خطرناک باشه و تمام گرفتگی ها روی این محور هستند و به نوعی در حقیقت خونه خونواده سرزمینش رو دارن تهدید میکنن یا تغییرات ایجاد میکنن یا به هر حال دارن بهش انرژی غیرمنتظره منتظره میفرستن و خونه دوازده خونه از دست دادنه یعنی تحت تاثیر هر کدوم از این تاریخ ها ممکنه که قسمتی از سرزمینش رو از دست بده یا حتی خدای نکرده خانوادهش رو از دست بده یا خانواده بزرگ سرزمینش رو از دست بده و یکی از تاریخ های خطرناک برای این داستان اوایل آگسته 8 نوامبر 2022 هم ما یک ماه گرفتگی داریم یک ماه گرفتگی داریم در نشان تارسه در حالی که خورشید با یک لشکر در نشان اغربه و این هم از انرژی آسونی نیست براش و به نظر من اینها میتونه از دست دادن باشه براش یعنی هی از اون چیزهایی که فکر می کرده از دست نمیده رو در نهایت برسه به این جایی که اینها رو از دست میده به خصوص از ماه جولای به بعد خیلی امکانش زیاده شاید در یک مرحله اتفاق نیفته شاید مثلا نمیدونم مراحل مختلف باشه شاید حمله های مختلف باشه نمیدونم من که حالا از نظر استراتژی نانی وارد نیستم اما چون ما تمام ماه گرفتگی ها خورشید گرفتگی هایی که داریم و انرژی ها روش دارن تاثیر میکنن و چارتش تا آخر سال نشون میده که خیلی فعاله یکی دیگه از تاریخ های سنگینش 29 می 2022 29 می 2022 رو هم یه نگاه بکنیم بله 29 می 2022 هم باز این قسمت در قسمت متحدین و دوستان و یاران و این هاست و به نظر میاد که حالا یا حمله نظامیه یا یک اتکی به هر حال چون این نشان قوچ هم نشان جنگیه و انرژی هایی که داره برمیگرده داره از گذشته برمیگرده میدنود جنوبی اینجاست از لازمان و لامکان داره برمیگرده چالش های قدرتیه مثلا یه نگاه بکنیم چارت زلنسکی رو با پوتین یه نگاه بکنیم ببینیم که اینا با همدیگه آیا ارتباطی دارن ندارن به چه ترتیب ارتباطشون هفته اکتبر 1952 ساعت 9 و سن پیترزبورگ این چارت این الان چارت پوتینه و این چارت زلنسکیه اوه 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 خیلی جالبه نگاه بکنین ساترن پلوتو پلوتو ساترن نود شمالی خورشید ماه نود جنوبی وای یعنی از این جالبتر نمیشه که اینا نبردشون اصلا مربوط به این دنیا نیست نگاه بکنید ماه, ماه زلنسکی با نود جنوبی پوتین ند شمالی زلنسکی با خورشید پوتین کلا یکی از اینا هم ارتباط داشته باشه با ماه خورشید یعنی اینکه این داستان کارمایی از گذشته است اومده پرونده باز داستانش چیه نگاه کنید سترن پلوتو داستان قدرتیه پلوتو سترن من مطمئنم که یعنی با این وضعیت کارمایی که این چارت داره نشون میده قطعا که اینها این پوتین همون روحیه که این اومده که باهاش بجنگه در این بره از زمان و مکان که کارشو رو ول کرده کار قبلیش رو اومده و به قدرت رسیده فقط برای همین نگاه کنید اصلا این واقعا جالبه نگاه کنید اینجا بذارید خط بکشم روش که یادمون بمونه این خیلی جالبه به این ترتیب ماه ماه زلنسکی با نود جنوبی سترن زلنسکی با پولوتوی پوتین خورشید پوتین نود شمالیش پلوتوی پوتین پلوتوی زلنسکی سترن پوتین پل، پلوتوش هم حرکت برگشتی داره یعنی اینکه چالش قدرتی تموم نشده است و میخواد اون قدرت از دست رفته رو به خودش برگردونه و احتمالا که نمیدونم این حالت کارمای اجدادی داره به ذهن من میرسه با توجه به اینکه تو خونه چهارم هست خب ما از نظر احساسی خانواده است شاید در گذشته اینها تو جنگ جهانی دوم با هم داستان داشتن من نمیدونم این چیزی که الان فقط یه فلش بک دیدم من گذشته هیچ کدومش رو نمیدونم که بخوام نظری بدم الان در موردش ولی چیزی که الان به ذهنم میرسه اینه که خونه چهار یک خونه مربوط میشه به کارمای خانوادگی و این ارتباط نشون میده که یک موضوع قدرتی مربوط به خانواده مثلا شاید یه جنگ دیگه بوده که توی اون جنگ زلنسکی جنگیدهش و خاطر خانوادهش پوتین هم حالا یه روح دیگه بوده اونجا و نمیدونم مثلا چند نسل گذشته حالا من الان کاری ندارم چون اینها مربوط میشه به زمانهای گذشته حتی مربوط میشه به خانواده مربوط میشه به فرزند یه چیزیه که اگر بهش یعنی قلبش بعد با آرامش برسه و برای همین اومده خیلی جالب بودی در چارت این دوتا خب بنابراین حالا دیگه صحبت هم تمام بکنم صحبت هم طولانی شد روی این چارت بنابراین چارت زلنسکی نشون میده که در تمام سال 2022 این چارت در موقعیت سنگینیه موقعیت خطرناکیه و تمام ماه اپریل می و جون پلوتو ترانزیت سترنش رو توی 28 درجه کوین کانگس میکنه و این خطر خیلی زیادی رو میتونه براش ایجاد بکنه به خصوص که در اپریل سترن نودها رو هم 90 درجه میکنه و میتونه سلامتیش رو به خطر بندازه به نظر من با توجه به موقعیت نودها نودهایی که داره و با توجه به موقعیت مارس و پلوتو و همه اینها و با توجه به جوپیتر و نپتون به نظر من جوپیتر و نپتون دارن بهش میگن رها کن یک چیزهایی رو رها کن و گیر نده واقعا گیر دادنش گیر دادن عادی نیست انگار که حالت انتقام شخصی و در حالی که بقیه سیارات دارن میگن که زمانش رسیده که این رو رها بکنی ازش بیای بیرون ازش عبور بکنی به خاطر اینکه اگر بخواد بهش آبسست بشه یعنی اگه بخواد بهش گیر بده به این داستان هر جوری که هست باید به جنگه و به هر قیمتی که هست خیلی خطرناک میشه هم برای خودش هم برای متحدینی که هست شرایط اصلا ثابت نیست اینجوری که دیدین خودش میره متوجه میشه که یه سری کارها نباید میکرد یک سری اعتمادها نباید میکرد با یک سری از آدمها یا دوستان یا تیمها ما نمی که نمیدونیم که چه خبره که متوجه میشه که خیلی ها باهاش نبودند یک دست نبودند هم هدف نبودند اینها به نظر من این چیزی که داره روی چارت خودش رو نشون میده و تاریخ خیلی مهمی هم که وجود داره پنجم اپریله که همه, همه چارت ها خطرناکه هم روی چارت اوکراین هم روی چارت روسیه هم روی چارت این آقای زلنسکی حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی میافته اما یه تاریخی هست تاریخی که خورشید گرفتگی اتفاق میافته در اول می خورشید گرفتگی اول می این هم اگر که هوروسکوپ ها رو گوش کرده باشید چنیدید ونوس در پیوند با جوپیتر ونوس در پیونده با جوپیتر در نشان ماهی و نشان ماهی هم برای زلنسکی میشه خونه دهش به نظر من ونوس و جوپیتر هم عین همین خورشید و جوپیتر که الان کمک کردن تا یک راهی باز بشه و یک میز مذاکره بیاد وسط دیداری اتفاق بیفته به نظر من اون تاریخ هم باز میتونه فرصت بده ونوس و جوپیتر و ببینید این ما هستیم که فرصت ها رو یا میگیریم یا نمیگیریم ادامه میدیم الان که دارم میگم مثلا به شما این چارت داره نشون میده که جنگیدن براش یه لوپ تکراریه و باید بتونه یاد بگیره از نظر دیپلماسی به تعادل و بالانس برسه اگر که بخواد هی به جنگیدن ادامه بده ممکنه ها ممکنه ادامه بده اگر بخواد همش به ادامه بده یعنی داره مسیر قبلی رو تکرار میکنه این خیلی مثال خوبیه برای اینکه بعضی از شما میپرسید که مثلا یعنی چی لوپ تکراری یعنی چی مثلا الان روی این چارت کاملا داره میگه میگه که قرار نیست که تو همش بجنگی. هرچی جنگیدی از دوره های قبل الان باید بتونی با صحبت این ترازو ترازو صحبت میکنه با صحبت و مذاکره بتونی به صلح برسی نشان ترازو نشان صلحه دقیقا موضوعی که بعد پلوتو همون این چالش داره چالش قدرتی ابستشن داره بهش چیزی که بهش حساسه بهش گیر میده یعنی اینکه خیلی جالبه یونیورس دقیقا میاد یه کاری میکنه با ما میاد یک نفری رو میذاره سر راهش که این باهاش چالش قدرتی داره از زندگی های قبل که حالا طرف یا فرمانده جنگ بوده یا چی بوده که این باهاش مشکل داره دقیقا اون رو میذاره سر راهش و میگه حالا باید در این زندگی با وجودی که اونم هست تو یاد بگیری که با مذاکره به صلح برسی این خیلی کار سختیه یعنی میذارش رو بدترین شرایط گذاشتش اون داستان ناتمومی که تو حافظه سلولیش هست و این با اون روح مشکل داره تو اون خاطرات باهاش مشکل داره اون رو میاره اون میاد سر راهش به چالش میکشش و یونیورس داره میگه که وارد جنگ نشو سعی کن از راه دیپلوماسی تمومش بکنی اینه که تو باید توش رشد بکنی اگر بتونی از دیپلوماسی یعنی حلش بکنی یعنی اینکه تو دیگه بر نمیگردی تو که روحی نیستی که دوباره برگردی تو همین داستان وگرنه اگر که بره تو مسیر قبلیش و کشته بشه یا نتونه دفاع بکنه یا هر چی نتونه از طریق دیپلماسی رشد بکنه و نرسه به اون هدف باز براش تکرار میشه در زندگی های بعدی این میشه این میشه نحوه تشریح این چارت و آنالیزش خب دوستان عزیز امیدوارم که صحبت هایی که کردم اطلاعاتی باشه که شاید دوست داشته باشید دریافت بکنید و به هر حال ببینید که یک چارت به چه ترتیب میتونه خودش رو نشون بده با موفقیت برای تک تک شما تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار لحنه و مالهونه